شما که قبلا با فاناکات کار کرده بودید، حتی توی ورژن 7 احتمالا دیده بودید که شما میتونید یه تصویر رو انتخاب بکنی و حالا به طور مثال جابجاش بکنی، روش زوم بکنی یا حالا الی آخر. این امکانات توی فاناکات X با این آیکون فعال میشه. یه لحظه فقط بذارید من این براوزر رو ببندم. و در این حال چیزی هم که شما میتونید ببینید به شکل عددی براش و معادل عددیش رو توی اینسپکتور توی ترانسفورم میتونید ببینید. به طور مثال اینجا شما میتونید اسکیل بکنید تصویر رو و دقیقا اینجا به همین شکل میتونید تصویر رو اسکیل بکنید. البته اگر از این آیکانهای وسط بگیرید به صورت نامتعارف میتونید اسکن بکنید. اگر از این گوشه ها بگیرید به صورت متعارف، یعنی طول و عرض همزمان با هم کم و زیاد میشن. احیانا اگر خواستید میتونید با استفاده از این دکمه ریست بکنید این تنظیمات رو، یا با این میتونید روتیت انجام بدید و بچرخونید. همونطور که احتمالا کاملا مشخصه میتونید با X و Y جابجا بکنید. و انکر پوینت هم که این نقطه محور شماست، احتمالا توی تمام نرم‌افزارهای دیگه هم دیدید این رو، توی فوتوشاپ بارها باش کار کردید. اگه من این انکر پوینت رو جابجا بکنم و به یه همچین جایی بیارم، حالا هم بزرگ و کوچیک شدن تصویر من از طریق از این محور انجام خواهد شد و هم چرخوندنش. اما چه کارایی‌هایی داره؟ یکیش اینه که شما میتونید پنل اسکن انجام بدید، یعنی به طور مثال یه همچین تصویری داری، ممکنه شما بخواید روش زوم بکنی و بگید که حالا فرضاً از اینجا من میخوام یکی فریم بزنم و تا اینجا پن بزنم روی مثلا این فریم. این کاری که دیوید فینچر خیلی زیاد انجام میده، تمام فیلم‌ها که در واقع میسازه همه رو سعی می‌کنه تا جایی که میشه با بالاترین رزولوشن ممکن فیلم برداری کنه که بعداً این امکان پنل اسکن رو داشته باشه. حالا یه همچین اتفاق اینجا بیفته. از اونجایی هم که تایملاین من HD هستش و پروژه من HDه و این تصویر رده و خب خیلی بزرگتره 4K هست، مشکل ایجاد نمیشه براش، این تصویر تار نمیشه و پیکسل نمیشه. عنوان پایینی کراپ هست. کراپ هم کاملا مشخص کاری که انجام میده. به طور مثال شما فرض کنید اگر خواستید این تصویر رو از بغل ببرید، میتونید این کار رو انجام بدید. یا حالا از پایین، خود عنوان کراپ این شکلی کار میکنه و میتونید شما فریمش رو انتخاب بکنید بیارید اینجا و حالا محصه که دان رو بزنن به همچین، این اتفاق میفته، دقیقا اون کادر رو میاد برای شما اندازه تصویر میکنه. و یه عنوان دیگه هم هست اینجا به اسم کمبرز، که این کمبرز اصلا ربطی به این دوتا نداره. کمبرز یکی از مستندسازای مشهور آمریکاست که یه تکنیک خاصی توی خیلی از فیلم‌ها مستندش دیده میشه و اونم به این شکلی که روی تصویر، رو تصویرهای ثابت زوم میکنه یا زوم بک میکنه و روشون همین کار پنل اسکن رو انجام میده. اگر شما کمبرز رو بزنید، یه فریم استارت به شما میگه که تعیین بکن برای نرم افزار. حالا مثلا فرض کنید من میگم استارتم اینجاست و یه فریم اند، که اند هم من ممکنه بگم این فریم و اینجاست. حالا خود نرم افزار اتوماتیک برای شما انیمیت میکنه بین این دوتا رو. من اگر اینجا پلی بک رو بزنم، شما میبینید که این اتفاق میفته و این دقیقا همون چیزی که توی کار کمبرز شما خیلی میبینید، به خاطر همین به اسم اون ثبت شده. اگر هم خواستید میتونید اینجا جای نقطه شروع پایان رو با این یه دکمه عوض بکنید. حالا دقیقا برعکسش اتفاق میفته. اگر من پلی بک رو بزنم، حالا زوم بک میکنم. اگر هم نخواستید باز به همین شکل شما میتونید بیایید توی پنجره اینسپکتور، اینجا روی کراپ و همطور که میبینید اینجا مشخصه کاملا این سه تا عنوان، میتونید کمبرز رو بردارید دوباره برید روی مود تریم یا برید روی مود کراپ و از اینجا باز قابل دسترسی هستش این سه تا عنوان، یا ریست اگر خواستید بکنید. عنوان آخر هم اینجا دیستورت هست.
برای اینکه شما تصویرتون رو دیستورت بکنید. حالا خواستید به طور مثال با یه پرسپکتیو تصویر دیگه مچ بکنیدش، یا به طور مثال کار موشن گرافیکی چیزی خواستید بکنید، خیلی ساده البته، از اینم میتونید استفاده بکنید. باز به همین شکل تنظیماتش توی این بخش دیستورت شما میتونید ریستش بکنید. یه نکته جالبی هم هست، اگر شما خواستید میتونید مثلا تصویر رو دیستورت بکنید ولی میتونید آن و آف بکنید تصویر این اتفاق رو. با زدن این دکمه آن و آف میشه. این در مورد هر سه تا عنوان اینجا صدق میکنه. به طور مثال اگر شما اسکیل بکنید، ترانسفورم رو آن و آف بکنید، تأثیر این ترانسفورم روشن و خاموش میشه. یه بار دیگه من ریستش میکنم. شاید یکی از کارهایی هایی هم که میتونه این داشته باشه اینه که من دوباره برگردم اینجا چیزی دارم که بشه باش مثال زد. مثلا این تصویر به طور مثال من ممکنه بخوام فقط تست این کار رو اینجا ببینم، تست این پرده سبز رو. اولین کاری که میکنم اینه که میام این دو طرف رو اصلا حذف میکنم، این دوتا قسمت تصویر رو، چون چیز اضافه یا در من نمیخواه اصلا پایینم. همینطور حالا همینطورم دان رو بزنم، یا این تصویر رو از طریق ترانسفورم بیارم اینجا توی کیر. من میتونم بهش یه فیلتر پرده سبز یا پرده آبی نسبت بدم، اون کیر کی کردن ماست. و میشه اینجا یه تستی زد، همونطور که گفتم راستش خیلی من خودم به شخصی توصیه نمی کنم که از فانکات کار استفاده افکت بشه و استفاده برای جلای ویژه بشه، ولی برای تست زدن ممکن خیلی مناسب باشه و شما خیلی راحت بتونید ببینید که تو این تست این تصویر الان چجور جواب میده و حالا زمانبندیش همه چیش، و بعدن این تصاویر رو بفرستید برای کار جلوه ویژه، چون خب طبیعتا خیلی هزینه بر هست و به هر ثانیهش ممکنه شما نیاز باشه که پول بدید. خب فکرم توضیح دیگه ای در مورد این ستا آیکون نداشته باشیم. در مورد انیمیت کردن و حالا کی فریم زدن و چیزهای دیگهش بعدن بیشتر صحبت میکنیم.